ساعتی پیش با شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله العظما شیرازی در هند از لاکنو پیرامون این گزارش گفتگوی داشتم و از او پرسیدم با توجه به درخواست مجلس علمای شیعه هند از نخست وزیر نارندرا مودی به نظر شما آیا دولت هند اقدامات مؤثری برای مهار خشونت علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه مسلمانان و شیعیان انجام خواهد داد؟ پاسخ شیخ مصطفی ادیب هندی را با هم ببینیم و بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، این نامه که توسط جمعیت علما به نخست وزیر هندوستان نوشته شده و ارسال شده میتواند یک پیام مثبتی باشد و شاید اقدامات مؤثر از طرف نخست وزیری و دفترشون در این اوضاع که الان در هندوستان مشاهده میکنیم که خیلی در نفع اقلیت خصوصا مسلمان ها نیستن، خصوصا در مورد اوقاف که الان دولت میخواد یه لایحه جدید رو در پارلمان اجرا کنه و همینطور در ساخت مساجد و نماز در جاهای عمومی یه مشکلاتی در کل کشور، نه فقط در یک منطقه، نه فقط در کشمیر یا یوپی، در بلکه در کل کشور ما اینجور موارد را ببینیم، خصوصا موارد کشتن دست جمعی، یعنی یک نفر را مثلا 100 نفر 20 نفر بیان بکشن، این خیلی خلاف انسانیت هست، خلاف اصلا همه جور که بشریت هست این اقدام ها، خصوصا در کشور هندوستان که هزاران سال با تفاوت مذاهب و تفاوت های دینی با هم همزیستی داشتند و با محبت زندگی کردن. خیلی از این مثال ها داده می شود و داده می شود در مورد همزیستی در ادیان مختلف و مذاهب مختلف در هندوستان، ولی الان یک اوضاع نگران کننده است. لذا این نامه نوشته شده و تقریبا 100 علما درش دستخط دارند و ارسال کردن و دریافتم شده در دفتر نخست وزیری، این نامه دریافت شده و امید هست که یک جواب مثبتی از طرف نخست وزیر دریافت کنیم و اصل این است که نه فقط دعوه باشه یا فقط ادعا باشه بلکه اقدامات مثبت گرفته شود، چون خیلی از کسانی که در خود دولت هستند و وزیر هستند این بیانیه هایی میدن که موجب میشه در خیلی از مناطق اوضاع خراب بشه، به جای اینکه اینها بیان به عنوان مسئول یه بیانیه بدن که بتواند اوضاع را بهتر کنه، یه بیانیه گاهی وقتا صادر میشه و منتشر میشه که اوضاع را خراب میکنه. لذا نخست وزیر و فقط نخست وزیر یک مذهب خاص که نیست، نخست وزیر کل هندوستان و کل کسانی که در هندوستان زندگی میکنن هستش. لذا اقلیت ها خصوصا مسلمان ها هم باید احساس کنن که در امنیت هستن. خصوصا شعار حکومت باجپا این است که ما برای همه میخواییم کار کنیم، برای همه برای پیشرفت کنن پیشرفت و برای همه پیشرفت، این شعارشون است. لذا روش باید کار بشه، خصوصا در مورد ایجاد شغل برای مسلمان ها یا استخدام مسلمان ها در نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی، در مدارس در نامه ها زده بشه که اینجور مواردی که برای مسلمان ها پیش میاد نباید بیاد و نخست وزیر باید طبق اون دستوری که دادگاه عالی کشور داده عمل کنن و طبق قانون و طبق فرهنگ هندوستان و تاریخ هندوستان اقدامات مثبتی از طرف نخست وزیری اگر انجام داده شود خیلی انشاءالله به نفع مسلمانان خواهد بود. امید این است که انشاءالله یک جواب مثبتی از این نامه دریافت کنیم و بتوانیم و شاهد خوب شدن اوضاع باشیم. بله، با تشکر از شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله العظما شیرازی در هند از لکنو که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.